تهران میگوید اختلافاتش با واشنگتن کمتر شده اما همچنان قابل توجه است اختلاف نظرهایی که پیشتر مقامهای ایرانی گفته بودند بر سر فهرست افراد و نهادهای مورد تحریم آمریکاست سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که مذاکره های غیر مستقیم این کشور با آمریکا در صورتی به توافق منجر می شود که واشنگتن همه خواسته های ایران را بپذیرد درصد قابل توجهی از برکت های باقی مونده در این کارگروه ها تکمیل شده توافقات صورت گرفته درصد از این برکت ها احتیاج به تصمیمات سیاسی داره که حتما باید در پایتخت گرفته بشه موضوعی به نام در شرایط فعلی توافق اولیه وجود نداره هیچ توافقی صورت نمیگیره مگر در مورد همه چیز توافق صورت گرفته باشه ایران میگوید برای بازگشت به تعهدات برجامیش ابتدا باید تمام تحریم ها علیه این کشور لغو شود اما تا اینجا واشنگتن گزینه بازگشت همزمان هر دو کشور به تعهداتشان در توافق هسته‌ای را بیشتر پسندیده است برخی کارشناسان میگویند نه تهران و نه واشنگتن نمیتوانند به سرعت به تعهداتی که در زیر برجام آمده عمل کنند تهران با اقدامات اخیرش از جمله غنیسازی اورانیوم با خلوص 60 درصد که در مواردی به 63 درصد هم رسیده و افزایش ذخایر آن فاصله زیادی با برجام گرفته از سوی دیگر دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با انبوهی از تحریم های روبروست که در دولت دونالد ترامپ علیه ایران وضع شد خبرگزاری رویترز میگوید دولت جو بایدن که دنبال راهی برای بازگشت به توافق ای 6 سال پیش میگردد حالا با یک میدان مین گذاری شده توسط دونالد ترامپ روبروست که باید از میان آنها با نوک پنجه عبور کند اصطلاح میدان مین که خبرگزاری رویترز از آن استفاده کرده مربوط به تحریم هایی است که دونالد ترامپ پس از خروج واشنگتن از برجام علیه حدود 700 شخص و نهاد ایرانی وضع کرد نام بیش از 20 نهاد که بر اقتصاد ایران تاثیر بسیاری دارند از جمله صنعت نفت و بانک مرکزی در این فهرست قرار گرفت در صورتی که ایران بخواهد نفت صادر کند باید بسیاری از این تحریم ها لغو شوند اما جو بایدن با لغو این تحریم ها متهم می شود که در برابر تروریسم نرمش نشان داده موضوعی که به تازگی هم ده ها تن از سناتورهای جمهوری خواه با امضای توماری به آن اشاره کردند گروه های تروریستی فلسطینی تو چند روز گذشته بیش از هزار موشک به سمت اسرائیل پرتاب کردند. ایران بودجه حماس رو تعمین میکنه. رئیس جمهور بایدن باید مذاکره با ایران رو متوقف کنه و مشخص کنه که هیچ لغو تحریمی توی کار نیست. هیات های مذاکره کننده از بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین که همچنان در برجام ماندند، بیش از یک ماه است که در تلاشند تهران و واشنگتن را به بازگشت به این توافق ترغیب کنند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی دیروز در توییتی گفت که همچنان در وین به دنبال بارقه امیدی برای توافق بین ایران و آمریکا هستند. پس از جلسات قبلی هیئت روسیه و ایالات متحده در مذاکرات وین بر سر احیای برجام بسیاری از مشترکان پرسیدند چرا در تاریکی دیدار می کنید؟ امروز در روشنایی ملاقات کردیم آیا این به معنای وجود نوری در انتهای تونل در مذاکره های وین است حالا با نزدیکتر شدن به تاریخ پایان توافق موقت تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی رایزنی ها هم فشرده تر شده در روزهای اخیر خبر چندانی از وین شنیده نمی شود در حالی که وقت چندانی هم برای دولت حسن روحانی برای احیای برجام باقی نمانده است. نازآفرین میرزا خلیلی رادیو فردا